بیندگان عزیز، السلام علیکم. قبل از همه حلول سال نو عیسوی 2013 را برای هر یک شما تبریک و تهنیت میگیم. از خداوند متعال برای هر یک شما صحت، موفقیت و سال بیروزی و کامکاری میخواییم. دوستای عزیز، بازم با هنبوی از مطالب تصویری، نوشتاری و نامه های شما، آهنگ های شما در خدمت شما عزیزا قرار دارم. بیننده های عزیز، سراینده این آواز زیبا عزیز غزنوی متاسفانه دیگر در میان ما نیست، روحش شاد. دوستان عزیز، چند روز قبل عزیز غزنوی یکی از محبوب ترین و خوش آواز ترین آوازخانان کشور چشم از جهان پوشید. درست حدود 45 سال قبل عزیز غزنوی آوازخانی را از لیسه صنایع غزنی آغاز کرد. در آن زمان در محافل شهر غزنی، در محافل آرسی و خوشی، تنها آوازخانان فولکلور آواز می‌خواندند. جوان واراسته و خوش لباس و متبسم که عزیز غزنوی همیشه لبخند بر لب داشت، در میان جوانان غزنه شهرت گرفت تا آنجا که پایش بر رادیو و تلویزیون تلویزیون که نبود، بر رادیوی افغانستان کشانیده شد. سالهایی را که عزیز غزنوی در رادیو افغانستان سپری نمود، سالهای بسیار موفقیت بار و پردرخشش برای عزیز غزنوی بود که عزیز غزنوی گذشته از اینکه سمت ماموریت در رادیو تلویزیون داشت، موفق شد که آهنگهای بسیار مقبول ثبت کنه، حتی آهنگ مقبول و جاودان من به دنبال دلم با چشم خونبار آمدم، شهرت و محبوبیت عزیز غزنوی را تا مرزهای تاجیکستان و ازبکستان برد. عزیز غزنوی موفق شد که چند آهنگی را با ارکستر رادیو تلویزیون هم ثبت کند. سالهای دوری از وطن، سالهای غربت و جنگ، امان طوری که روح و روان ازاران هموطن ما را پشمرد، عزیز غزنوی نیز در شمار این قربانیان بود. دیگر آن تبسم و آن لب خندان و آن چهره شاداب در عزیز غزنوی کمتر دیده می شد و در آخرین گفت و شنود که با تلویزیون ملی افغانستان داشت، عزیز دیگر از درد و رنج و غربت و از یاران بی مروت می گفت. بیایید این داستان تلخ را از زبان جناب آقای شاه محمد سلطانی که چند قبل از کشور دیدن به حمل آورد و دیدار با عزیز غزنوی داشت، یک جا با هم ببینیم و بشنویم. بیننده عزیز تلویزیون پروگرام پنجره اروپا، سلام های گرم مرا بپذیری. سال نو بده تمام هموطنان عزیز ما در هر جایی که هستن، در داخل افغانستان و در خارج افغانستان هستن، تقدیم میکنم. امید است لباس عافیت در بر داشته باشم. ما تقریبا 3 ماه قبل به افغانستان رفته بودم به دیدن وطن عزیز ما. بعد از او عزم کردم که من باید به رادیو تلویزیون برم که جایگاه اصلی ما بود. ما اوجا سالها کارمند بودیم، خدمت کردیم، برم ببینم. وقتی که در محوطه رادیو تلویزیون رفتم و استقبال بسیار گرم کسی که مسئول دان دروازه بود و واقعا ما رو نشناختم و ما رو شناخت، روبرو شدم و داخل ساحه یا محوطه رادیو تلویزیون شدم. از همکارای سابق رادیو تلویزیون کسی به چشم نمیخورد، همه دوستا، همه همکارا، همه اینگی نو بودن، همکارا بودن، گشت و گذار داشتن در محوطه تلویزیون. خب بالاخره پرسان و جویان که اولین برخورد، اولین چشم به یکی از همکار سابق شعبه محاسبه که داشتیم، مامور ما شما بود، فضل الدین نام داشت، به او برخورد کردم.
و بعد جور پسانی و گپا و اول جوی به سراغ هنرمندا برم. اما در رادیو تلویزیون نه هنرمندی بود نه آوازخوانی بود. بالاخره به تعمیر رفتم و خب پرسان کدم راهنمایی کدم. بالاخره در یک دالیز بالا شدم، دالیز نشرات رادیو سابق کجا دفتر امام بود، دفتر اداره پروگرامای موسیقی بود که ما اوجه بیسه اوجه کار میکردم در دفتر. مراقبت قبل نش پروگرامای رادیو خیلی تلویزیو نبود. خب بالاخره رفتم در یک دفتر پرسان کدم که تصادفاً که در عزیز غزنوی هست در رادیو گفتنا هست بیاییم. خب وقتی که یک اتاق سرش رکت نشته بود آمریت تطبیق موسیقی، تعجب کردم آمریت تطبیق موسیقی و عزیز غزنوی. داخل شدم، اولا خو نشناختم که یا عزیز غزنوی باشه، برزی که او چهره شاداب و پرنشاط و به اصطلاح چهره بشاش عزیز غزنوی که دائم دیده بودم همکار ما بود. او نیست یک شخص بسیار جولیده و یک شخص بسیار رنگش پریده، زرد و نارام و رنجور و مریش. بسیار جگرخون شدیم، بار از اول پرسی بود گریه کرد، در بغل گرفتیم یکی دیگر در اون پولی ششتم چوکیر ماندم ششتم از اون چای جوشک که در پولیش بود چای برمام ری خواهد و گریه کرد و شروع کرد. گمتالی درد خدا پنان کده بدم، برزی که نمیخواستم به کسی بگویم اما تو حال آمدید، تو هم برادرم هستی، برادر بزرگم هستی، هم همکار سابقیم بودی، هم در یک کشتی بودیم. گفت و گریه کردم، من هم گریه کردم. گفت مرا در این شعبه قید کردن، اینجا آوردن مرا، مرا از ارکستر از موسیقی دور ساختن، مرا آواز من خفک ساخت و دیگه نمیخواین که من آوازخوانی کنم، آوازم نمیبره. میگفت و گریه میکردی و من سوال کردم که یعنی برای چی؟ علت شما هم نمیفهم. من نمیخوایم که رئیس تولید موسیقی مثل سابق باشم که خدمات را انجام دادم و بالاخره من را جب پس کنم. من نمیخوایم که مدیر عمومی باشم، نمیخوایم که یک آمری باشم. من یک هنرمند نستم، یک آوازخوان باید آرکست باشم، سر کارم کتی هنرمند ها باشم. هیچ این کار یک مرزاست. آمریت تطبیق موسیقی پاچه موسیقی را روزمره تعیین میکنه برای برنامه رادیو که تکرار نشه. اگه واقعا بیننده عزیز، دوست عزیز، یادم آمد که شما میفهمین که از بعض تلویزیون ها و از مصاحبه ها و وسایل اطلاعات جمعی میشنوین و میبینین که وضع هنر در افغانستان بسیار خراب است و هنرمند هیچ قدر نمیشه، خصوصا هنرمند موسیقی و سینما. یک عزیز غزنوی چی بگویم؟ شما قبلا بریم ببینیم که هنرمندای دیگه که من رفتم جستجو کردم، از اون هنرمندایی که من دائم چهار پایی هنر موسیقی را سرشانه گرفته بودن، یکشان نیست. نه استاد ولی بود، نه نیفه بود، نه حتی ماشینه نبود، اما نه دلنواز بود، فقط یک تعداد جوانایی که تازه آمده بودن یک اداره تولید موسیقی بوجه کار میکردن. نه فضای موسیقی بود، نه آواز رو در من نشنیدم. بالاخره ما بسیار مایوس شدم و با دیداری که کت رئیس عمومی رادیو تلویزیون آقای انزور داشتم گپای خود داشتم. اما مشکلات اومده است، مشکلات مثلا یک نفر که من ازیابی کردم، من به کاری که مثلا من تقاوت خودم میگرفتم از وزارت اطلاعات کلتور، به 15 روز 20 روز من وزیر نیافتم که امضا کنم. شخص وزیر در سایه خود رادیو تلویزیون یک اتاق گرفته فقط به خاطر که انتحاری نشه، اونه بوجه هست کارهای مردم در وزارت اطلاعات کنه. هر کس سرگردان مثل ولایت کابل و شعبه سایه بره سر رو با تا و بالا میگردن و در اطلاعات فرهنگ وزارت که بیرق شبه بینی شیخ وزارت اطلاعات کلتور بیرق افغانستان چرک سیاه هیچ معلوم نمیشه،
این نه این پامی که جو وزارت اطلاعات و کلتور است و تکن داخلش میرم میگید یک توقیف رفتیم یک محبس میرم خب بعض شدت از یک پا میدم هنر و هنرمند بعضش بسیار خراب است و عزیز غزنوی از امو قربانی هایش که بالاخره اون امو درد کشتش سکته کرد و ما این مرگ عزیز غزنوی را به تمام هنرمند های افغانستان با هنر دوست های افغانستان تسلیت میگم واقعا ما بسیار جگرم و برای ما یک دین بود که ما باید دیر ادا کنم در خارج از کشور برای یاد بود از عزیز غزنوی کنم و از محترم ناصر آریان تشکر میکنم که به ما این موقع را داد که گپای شکل مختصر نگه و معرفی حاجت نداره که من عزیز غزنوی رو معرفی کنم کل افغانستان عزیز غزنوی رو مگم یک نقطه رو باید بگویم که عزیز غزنوی با سلام من همیان اگر محترم شمس الدین مسعود میشنوه سلام من رو قبول کنه یا با شمس الدین مسعود بسیار رفیق و دوست بود و نری بود داروسی ها یک جای میرفتن در کنسرت ها یک جای بودن واقعا شمس الدین مسعود عزیز غزنوی رو بسیار میخواست و بسیار آمیزش داشتن بسیار دو برادر بودن و پس وانا یک سید فرامان نیریش دیگه رفیقش بود او رو دیدم او هم فکر میکنم که چقدر متاثر باشه خب روحش شاد میخوایم و به فامیلش تسلیت میگم و به تمام هنرمندا تسلیت میگم خداوند باز هم یک دفعه روح عزیز غزنوی رو شاد داشته باشه تشکرش گیندای عزیز شما سخنان آقای شاه محمد سلطانی سابق رئیس موسیقی تلویزیون افغانستان میشنیدین که در مورد شادروان عزیز غزنوی صحبت میکردن همچنان از آقای یعقوب شاکری جهان سپاس که در تهیه این گفت شنود از دفتر سخن مرا کمک کردند سپاسگزار هستم واقعا دوستای عزیز قابل تأسف است باور کنین که حتی حدود یک هفته یا بیشتر از مرگ عزیز غزنوی میگذره ولی متاسفانه تلویزیون ملی تا حال یک برنامه اختصاصی یا یک یادبود یا یک مرسی هم برای عزیز غزنوی نداشتن به هر حال اومان جان نویدی را روی خط داریم اومان جان شما میتونین فعلا صحبت کنین ناصر جان سلام بر شما تقدیم میکنم تشکر بر شما هم ما جان سپاس از شما میکنم ناصر جان که شما همیشه در فکر هنرمندا بودین تشکر همیشه هنرمندا رو یاد کردین و همیشه که در پروگرامتان هنرمندا که اگر خوشی ها میداشته باشن شما با بسیار افتخار یاد میکنه و اگر غم خدا غم دور داشته باشه غم ها من از شما جان سپاس میکنم من از تمام هنرمندا به صفت یک برادر خرد به صفت یک هنرمند بسیار کوچک یا واسفار کوچک کبی فامیل عزیز غزنوی را سپورت کنم از تمام هنرمنده ها میخواهش میکنم تا حال توان خود به شمول خودم بله همین هنرمند را سپورت کنن تا جایی که ما پرس و پار کردیم بسیار یک زندگی فقیرانه داشت و بعد اقتصادشان بسیار زیاد ضعیف بود و خراب بود از شما جهان سپورت تشکر لطف کردین واقعا شما میتونید آقای نویدی با اتحادیه های هنرمنده که نام خدا در کشور آلمان دو اتحادیه هست در برای هنرمندا با اونا در تماس شوین تا اونا بتونن ناصر جان گل بهترین رایش است محترم خیلی تادیا نداریم اینم خود مصطفی خب بیاین سر تادیا دیگه حالا نمیریم که وقت ضایع میشه تشکر لطف کردین تلفن تشکر از بچه شای از خانم شای خدای راستا آقای دژم و تیمورشاه جان صدوزای اردشان فعال هستن اونا میتونن کارای انجام بدن خودش اگر تلفن خودشان باشه که مو دوستا بتونن زنگ بزنن و مو کمک را که میکنن مستقیم برای خودشان کنن تشکر شما تشکر خب قبل از اینکه یکی از آهنگای مقبول شادروان عزیز غزنوی را پخش کنیم یکی دو تلفن از دوستا را میگیریم که میشه در زمینه نظریه داشته باشن بله فرمایید شما خط هستین بیننده عزیز سلام علیکم السلام علیکم صاحب امرای آریان سب گپ میدم بله صاحب بفرمایید خود معرفی کنید من یوسف ایوادو سابق کارمند رادیو تلویزیون افغانستان ایوادو صاحب السلام علیکم سوال سوال صحت شما خوبه خوب هستین خیر خیریت دوستا لطف کردین مهربان دیر باد زنگ زدین یاد کردین از آقای عزیز غزنوی بسیار به خوبی من یاد دارم روزایی که من مسئولیت اداره هنر ادبیات رادیو تلویزیون با عهده داشتم بله. ایشان باید مدیر عمومی موسیقی وقت ایفای وظیفه میکرد شخصیت واقعا
دلسوز و مهربان نسبت به موسیقی و حفظ آثار موسیقی ما هم از هر ولایت و هر زبان و هر منطقه ما واقعا بسیار با دقت و با دلسوزی کار میکرد. خدا بیامرزش و خدا برش جنتهای خوب نصیب بکنه. همچنان از شما ممنون هستم که یاد از این شخصیت و سایر شخصیت‌های دیگه کردین. ما در مجموع از کار شما واقعا با قدردانی یاد میکنم، به نمایندگی همکارای سابق و کسایی که نسبت به رادیو و تلویزیون افغانستان همدردی دارن و به خاطر انکشاف ژورنالیسم و به خاطر انکشاف امور هنر و ادبیات در رادیو و تلویزیون افغانستان تلاش میکنن و بدون شک که جای خود میگیره. تشکر و دوسته. از موقعی یکی از همکاران بسیار سابق و خوب رادیو تلویزیون که یک وقت رئیس اعلانات رادیو تلویزیون بودن، آقای صمد مومند، ایشان در حالان وفات کرده، خداوند مغفرت کنشان، و جنتای برین برای همه دوستان و رفتگان رادیو و تلویزیون ما، هم از هنرمندا، ژورنالیستا، نویسنده ها، پرودیسران، دایرکتران، نطاقان و گویندگان از خداوند بزرگ آرزو میکنم. تشکر. تشکر آقای وادوس، شما میشه لطف کردین، زنگ زدین و خود شما صاحب نظر هستین، یکی از مامورین و یکی از دایرکتران برنامه سازان بسیار خوب و موفق کشور ما بودین و هستین. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. موفق و سلامت همیشه در خدمت هستیم. لطف کردین. خاطر که از یک دست صدا نمیخیزه، امیدوار هستم هر امر خدمت بود ما و سایر همکارای رادیو و تلویزیون باید دست به دست هم بدیم، صدای خود، تاریخ کار خود، تاریخ رادیو و تلویزیون افغانستان باید ما زنده نگه داریم. تنها با یک یاد بود نمیشه، ما باید کارهای بزرگ رو، امیدوار هستم بتانیم با کمک شما و سایر همکارای عزیزی که صدای مرا میشنون در کشورهای مختلف اروپا، یک روز میزبان یک کنفرانس بین المللی از کارکنان رادیو تلویزیون افغانستان باشه. تشکر آقای و دوست، لطف کردین. خب بیننده های عزیز، تلفن ها نام خدا زیاد است، بازم اینجا سب امی آهنگ شادروان غزنوی را مکمل با بیننده های عزیز یک جا میبینیم. Do it.
بیندای عزیز، ما جناب آقای آیات الله آیاتی را که یکی از بزرگای رادیو تلویزیون افغانستان است روی خط داریم. آیاتی صاحب هستین روی خط؟ بله بله، سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم، بسیار زیاد خوش آمدین. بسیار زیاد خوش آمدین. ما راستی امشب بسیار خوش هستم، بسیار خوشبخت هستم که یک پروگرام خوبه که از باید کل تلویزیون های افغانی باید تسجیل میکردن و شما تسجیل کردین. بسیار تشکری لطف کردین، جای ندارک و تشکری بطار بگویم دیگه به چی بارتون بگویم زیاده. لطف کردین. ما یک خاطره بسیار جالبه و از چیز دارم، از جان غزنوی دارم، اگر اجازه بتونم بگویم. بفرمایید. بفرمایید آتیسه. 35 سال پیش، 35 سال پیش من شب عروسی بود. خب با مذرت، شب عروسی بود، یک دوست بسیار صمیمی و در رادیو تلویزیون برام وعده کرده بود که تو دیگه موضوع ساز و گپاره بله اگر تو ما خودم میایم کرافتیم و با دو سه دفعه دیگه تکرار کردم که سرش کو بچه تو چیز نکنی که من نارام نشم و کدام مشکل برام پیش نگم نه میایم. بله بالاخره معفل شد و هشت بجه شب شد و نه بجه شب شد. امی دوست صمیمی ما که ما براتون میگم، دوست صمیمی که تو به آرگاه بارگاه خود نامد. بله بالاخره امی دالیز ما بیده چکر میزن در سینمای دیمزنگ سینما. بله. شمیر موشم شده سینمای بریکوت. بریکوت بود. بله امی بله. قدم میزم که امی از جانه که از زویر همه دیدم. بله امی دالیز میگفتم گفتم چی میکنی چی گفت خیلی هست چی روش گره خونه سی بگفتم والا نامشه نمیگیره خود پلانی مرواده کرده بوده خدا حساب شده کار نادرست کردین تابل نامده مرا به جنجو گفت هیچ خیلی فکر نکنی هیچ دایی نزن. همین شب کنسرت بوده در موبای نظمی و خود سینما. بسیار سینما کنسرت بود که کنسرت کلاشت کل دوستان رو گرفته بالا به همین بود که تقریبا یک نیم ساعت بعد یا 45 دقیقه بعد کنسرت کلاشت همین کل دوستان همین نوازنده و خواننده و هر چه کسی کدش بود گرفته آورد بالا گفت این حال درست شد. ما گفتم روش جا یعنی همی خود انسانیت از این بچه را میگم همی خلق خوشش را میگم. همیشه متبسم بود و یک خنده به لب داشت از غزنوی. ما چه خبرتون بگویم گفتم نمیتونم بگویم براتون. بله خداوند مغفرت کنه شه. بله نیک و خوبی بودن. خداوند مغفرتش بکنه، خداوند بیامرزش و شما را به صحت سلامت داشته باشه. تشکر از عیسی محترم، بسیار لطف کردین، یاد ازش کردین. خداوند شما بزرگوارا را که شما خودتان یکی از پایه های بسیار محکم و استوار بودین که از جمله اولین کسی بودین که شما در رادیو و تلویزیون افغانستان مسائل کامره و فیلم و ایدت و اینا را به شکل بسیار علمی و عصریش آوردین. آقای آیاتی از شما یک جهان سپاسگزار هستم. خب دوستا را انجینر شریفی روی خط میگیریم، بعد میرسیم به موسیقی دوستا هم. بله بفرمایید، شما روی خط هستین. آقای آریان سلام عرض میکنم شما را از ویرجینیا زحمت دارم. بسیار زیاد خوش انصاری صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین، بسیار لطف کردین، از راه دور زنگ زدین. تشکر. ما به هنر و ادبیات عشق و علاقه خواندی خواست دارم و خواستم به هنرمندان عزیز کشور خود
بله برنامه تان قابل قدر است. من میخواستم پرسان کنم که یعنی در افغانستان در حکومت موجوده بله برای هنرمندا صندوق نداره، که صندوقی که قبلا نمیتوی اگه اتحادیه در اونجا بود و او اتحادیه خو سیاسی نبود، او اتحادیه اتحادیه بوده که هنرمندا را تخلیه میکرد، هنرمندا که فوت میکرد. قرار معلوم یک اتحادیه هست، تک آقای عیات گردیزی که خودشون یک هنرمند است و رئیس مسئولش است، در یکی از مصاحبه های خود گفت که در مورد شادروان رهیب غمزده همین حرف ما از زبان شنیدم که این اتحادیه بسیار غریب و فقیر است مثل سایر اتحادیه. نه افهم معلومات ندارم محترم، هیچ، فقط ما وقتی کمی آواز بلند شد اتحادیه نام خدا فراوان است، شاید در زمینه تاجوی داشته باشن. بسیار در تشکر، شما زنگ زدین و این آقای رحیم در صدای من نمیشنوا خو مسئولیت تاریخیش است، باید در سایه اگر اقدام کنه. متاسف هستم که اگر اگه تو چیز وجود نداره. تشکر علی که تشکر هنرمند که عزیز غزنوی که جهان خوانده ودا گفته روی شما شاد میخواد. تشکر لطف کردین، روان روی شاد داشته و فامیلیشه. تشکر لطف کردین. کمک مادی سر جاش باشه، که باور کنین که جناب آقای زرین انزور از ژورنالیستا و از کارمندای بسیار سابقه دار و خوب رادیو تلویزیون است که عطای گله را هم فرهنگیاتشان داره، که تا حال یک برنامه هم در مورد شادروان عزیز غزنوی نداشتن و این عقداش عزیز غزنوی که یک یاد بودی ازش میشد حدود بیشتر از یک هفته از خاموشیش میگذره. به هر حال یکی دو تلفن دیگر هم میگیریم. بله فرمایید، شما روی خط هستین. بله فرمایید، شما روی خط هستین. آقای آریان عرض سلام دارم. سلام به شما. آقای نگزاد هستم، صحت شما انشاءالله خوب. سلام آقای نگزاد، شما کجا هستین؟ بسیار وقت هاست که آوازتان نشنیدیم. بسیار زیاد خوش آمدین. لطف کردین، انشاءالله خوب هستین. تشکر، لطف کردین، مهربان. بسیار لطف کردین، زنگ زدین. بفرمایین چه گفتنی داشتین. من میکنم معنی مرگ ناوهنگام عزیز جان غزنوی را شنیدم. واقعا همینجا شیشته بودم که برنامه شما آغاز شد. من واقعا ناراحت شدم بسیار زیاد. یقینا خداوند مغفرت کنه، شما جوان بسیار خوبی. خداوند مغفرت بکنه اون آره، برای فامیل محترمشون تسلیت عرض میکنم، برای هنرمندای عزیز خود تسلیت عرض میکنم. و واقعا انسان بسیار متواضع، بسیار بشاش، و در وقتی که در تلویزیون گاگای ما می رفتیم بسیار با یک برخورد خوب ما را پذیرایی می کردن. بله بله دیگه، من زیاد ناراحت شدم. اینه من می سفر آخر که در افغانستان رفتم، بله با یک برنامه را ثبت می کردم، تصادف اونا هم لطف کردن آمدن در تالار رادیو تلویزیون. بله زیاد بسیار ستایش کردن از من و تقاضای یک سیدی مرا کردن که من روشون وعده کردم و خدا شاید است اطلاع نداشتم طول چند روز داره که گفتیم که طول مدت یک هفته میشه که بسیار یک خبر نازک دیر شد از تلویزیون ها، ولی من پیشتر هم گفتم که هیچ دیگه بعد از او هیچ کدام یاد بوده هم ازش نشد. به این خاطر گناه شما هم نیست، مقصر هم نیستن، چون یک خبر بسیار کوتاه تلویزیون ها تیر کردن در موردش. و اظهار سپاس از خود شما میکنم که همیشه این برنامه واقعا برنامه هم برنامه خوشی ده که برای هنرمندان دست میتن. شما تشکر آقای نگزاد، دست بالا دارین برشان، برای کسای خداوند مرگ و مردن دور داشته باشه از مجموعه فرهنگی های ما، شما هم همیشه پیش قدم هستین. تشکر آقای نگزاد، بسیار زیاد لطف کردین. تشکر که خداوند شما را زنده داشته باشه. یقیناً والله، یقیناً ولی هنرمند خوبه. من همین برنامه شما را دیدم که همین خبر را شنیدم، من واقعا ناراحت شدم برای اینکه من تقریبا 3 ماه قبل دیدم شان همینجا. بله تالار. بله بسیار تشکر آقای نگزاد، امیدوار هستم که بخیر آمبورد تشریف بیارن و با آنگاه مقبولتان. از شما هم دیر شده که چیزای تازه ندیدیم نشنیدیم، تشکر بسیار زیاد. خیر باشه، خیر زنده باشه. خوب دوستای عزیز،
انجنیر سب شریفی ادامه بتیم یا دوستای هم منتظر هستند برای نشر مطالبشان بر صورت بفرمایید شما روی خط هستین؟ نسو جان سلام علیکم. سلام آقای میر، بسیار زیاد به موقع روی خط آمدین. ما همین فعلا بانور روی دست داشتیم که انجنیر سب شریفی که بسیار زیاد خوش آمدین. اول بسیار زیاد لطف کردین. نباشید، بخاطر که این وقت این برنامه شما یک بسیار برنامه جالب امروز ابتکار شخص شما و همکارتون بسیار ابتکار نیک و بجا. تشکر جا دیگه دوستا هم همکاری کردن. که واقعا در قضیه تلویزیون ملی جفا کرد، در تلویزیون هایی که در سطح سر افغانستان و اروپا و جهانی هستن همیشه جفا کردن یاد نکردن، ولی یک ابتکار بسیار واقعا شاید هم این وظیفه را برای ما سپرده باشن. آقای میر بسیار زیاد بسیار کار دیک و بسیار کار مثبت انجام دادین. تشکر لطفا فقط من برای تبریک میگفتم لطف کردین مهربان. بسیار زیاد تشکر از نشه بسیار زیبای بانو که تازه برای ما رسیده. فقط امی دقایقی که طرف برنامه می آمدم دیدم که رسیده. بسیار زیاد لطف کردین. می بینم که عکس زیبای بانو همایرا نکهت دستگیر زاده است که حتما مثل سایر نشریه های سابق شما بانو را خوره. شما می بینه که واقعا اگر من خودم شخص تعریف نکنم، شما میدونید که بونه یک مجله است که در سطح سر اروپا تا در سطح سر جهان یگانه نشریه اروپایی است که عمرش دوام داره و با کمک همکاری بسیار همکاران بسیار عزیز ما پیش میرم. ما امیدوار هستم که بانوان افغان در سطح سر جهان که هستن خصوصا در اروپا با قدم قلم و درم خود بانو را معاونت کنن و بانو را بگذارن که عمرش طولانی تر شده بره. یقیناً لطف کردین در صحبت اخیری که داشتین گفتین که بیشتر تیراژ به اروپا هم اسپارین. بسیار زیاد تشکر آقای میر عزیز. چون من زیاد شما صحبت کردید داشتیم، من این کار رو میکنم از خود تشکر میکنم از دوستای عزیز ما که تلویزیون ها و رسانه ها هستن. بیشتر وقتی که بونو از چاپ میبره اونا نشر میکنن و خبرهایش اطلاع میتون برای متنان عزیز ما. جهان سپاس از شما تشکر و از همه دوستان عزیز ما. بخصوص ما تشکر هستم از همکار عزیز ما که اینا در سطح سر اروپا در هالند و در آلمان و در اتریش و در سویدن و در بلژیم و در سطح سر اروپا مطالب خود میفرستن و هیئت مدیره بانو همکاری همشان نیاز داره. تشکر لطف کردین آقای میر. ما فقط بر شما و همکارای عزیز شما میخوام تشکر کنم. خب اینجا سب شریفی ادامه میتیم. بله بفرمایید شما روی خط هستید. سلام علیکم صاحب. احترامات خود خدمتتون تقدیم میکنم بعد از عرض احترام. تشکر کنم. اول تسلیت میگم مرگ عزیز جان غزنوی به تمام مردم افغانستان و به تمام هنرمندا. مسئله دومی است که در افغانستان متاسفانه دولت وجود نداره که در خدمت هنر باشه. شما امروز وضع هنر اگه در افغانستان ببینین هیچ است. همین در بدترین حالته که مردم میگن در زمان حکومت شهید دکتر نجیب الله کدام هنرمند خانه داشت و کدامش تداوی نشده. تاسف است با این میلیاردها دلار که در این کشور میه لااقل برای هنرمند افغانه که مریض است یک سفر تداوی تا پاکستان یا هند ای دولت آماده نمیسازه و تلویزیون آریانای افغانستان که سر یک فستیوال خود صدها هزار دلار هم مصرف میکنم و او را به خاطر از این کهنه را به ابتذال بکشانه. متاسفانه یک خبر کوتاه از یک هنرمند که 40 سال 45 سال عمر خودم در راه موسیقی افغانستان صرف کرد یاد از اون همیشه ایده تاسف و ایرم انزجار عمیق خود از تمام از این تلویزیون ها و از این کسایی که در باید نو برخورد در مقابل هنر و هنرمند و فرهنگ افغانستان قرار داره ابراز میدارم. تشکر لطف کردین. لطف کردین مهربان. تشکر باشین. خدا حافظتان. خب اینجا سب میتونین اگر تماس شدین با استودیوی مرکزی 20 دقیقه 15 دقیقه بیشتر آقای خطاب برای ما لطف کنن مطالب دوستان نشه شد. بله فرمایین شما روی خط هستین. بله آقای آریان سلام علیکم. بله سلام علیکم سر. دکتر عطایی هستم از بریمن. شما زحمت میتونم به دکتر سب سال خوش آمدین. سلام احترامات خود خدمت شما و بیننده های محترم شما تقدیم میکنم. تشکر لکن از شما یک عالم ممنون که شما برنامه خوب را در قسمت فوت
عزیزان غزنوی به اصطلاح بران داختین. من میخواستم یک خاطری خوش خود از این جوان نامراد بگویم. بفرمایید. ما به صنف 8 لیسی ایبیه همسنفی بودیم. بله. در یک صنف پالوده پالوی هم می نشستیم و خاطرات بسیار زیاد خوش از این نامراد دارم، به خاطر از اینکه ساعتای تفریح و ساعتای خالی ما که می بود نه او تازه به موسیقی شروع کرده بود، علاقه داشت، هنوز در او وقت به رادیو اینا آواز نخوانده بود. بله. فقط از اون کنج صنف از سر میز قبل از این شروع کرده بود و میخواند، آواز گیرا داشت، جوان بسیار بشاش و از خداوند جنت برین برشان آرزو میکنه. تشکلات کرده میرا با همه بازمانده ها و فامیلش تسلیت عرض میکنه و همچنان به همه هنرمندهای عزیز کشور خود. تشکلات کردین. بفرمایید شما روی خط هستین؟ بله؟ بله، سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید شما روی خط هستین؟ جان شما جور سطح خوب است؟ تشکر سلام. آقای آریان هستی؟ بله، ناصر هستم. شما صحتمند جان جور سطح خوب است؟ تشکر لطف کردین، شما خوب هستین؟ احسان حکیمی هستم از مرز آنبورگ. حکیمی صاحب بسیار لطف کردین، زنگ زدین. بسیار ممنون آقای آریان از اینکه خود تمتون یک برنامه را به خاطر فوت هنرمند همیشه جاویدان ما احمد ظاهر ببخشید، عزیز غزنوی، عزیز غزنوی، شما این را گرفتین و اگه ابتکار را کردین بسیار ممنون، بسیار تشکر و تشکر. واقعا که دیگه تلویزیون ها می کار را نکردن، بازم تشکر میکنم از شما، خداوند و لطف کردین مهربان. تشکر از شما بیننده های عزیز که زنگ زدین، واقعا ابراز همدردی کردین. واقعا عزیز غزنوی یه حق داشت سر همه ما. شما یک هنرمنده که 40-45 سال بسیار مقبول خوان، بسیار متواضع بود. خب بزرگای رادیو گفتن در موردشان، شما آقای شاه محمد سلطانی و حیاتی صاحب و اینا. برای شما و برای تمام کسایی که در هنر و دوستان عزیز ما بودن، من ابراز تسلیت میکنم و لطف کردین مهربان.